به شما بینندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من دانیال هستم، از سری برنامه های گام بعدی در خدمت شما عزیزان هستم به همراه خواهر لوئیز مخوف عزیز. خواهر لوئیز خیلی خوش آمدین. واسه من باعث افتخاره که در کنار شما میتونم این خدمت رو انجام بدم. ممنونم دانیال جان، وقت شما بخیر. سلام گرم هم خدمت شما هم خدمت بینندگان عزیز دارم. امیدوارم هر جایی که هستید حقیقتاً در سلامتی و شالم خداوند باشید، روزتون با صورت خدا پر بشه و حقیقتاً عدالت و نیکویی اون مد نظر شما باشه در تمام روزتون. آمین. مرسی. مرسی. امروز میخوایم که در رابطه با موضوع مسیح میگه که من حقیقت هستم، در رابطه با سری موضوعاتی که از قبل ضبط کرده بودیم در رابطه با ادعاهای عیسی مسیح. اما قبلش اگر اجازه بدید، فکر میکنم که بی ربط نباشه که آیه یوحنا 14:6 رو بخونیم. یوحنا فصل 14 آیه 6 رو میگه که عیسی به او گفت: من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به واسطه من نزد پدر نمی آید. کاملا درسته. یه آیه کوتاه ولی چقدر پرمعنا عمق هست در این آیه و سه ادعای بسیار قوی عیسی در این مورد نسبت به خودش میکنه. واقعا این نحوه ادعا کردن و عمق انتخاب کلماتی که برای این ادعا به اصطلاح انجام میده خیلی عمیقه و قابل بررسیه. به قول خودمون میگیم غوررسی، یک کلمه فارسی خیلی قشنگی برای این مسئله داریم. اینکه که حقیقت چیه؟ حقیقت برای ما چه معنی میده؟ این راستی رو که صحبت میکنه حقیقتا همون حقیقته. این حقیقت چطور زندگی ما رو تغییر میده؟ حقیقت مطلقه، نسبی نیست. واقعیت نسبیه، حقیقت مطلقه. عیسی گفت من حقیقت هستم، یعنی تغییر ناپذیر. برخورد ما با حقیقت تعیین کننده مسیر زندگیمونه. اگه ما به حقیقت اهمیت ندیم و حقیقتاً عمق این حقیقت رو درک نکنیم، اگه در مقابل این حقیقت مقاومت کنیم، ما در واقع داریم با نجات مقاومت میکنیم. چون آخر این آیه میگه هیچ کس جز نزد پدر جز به وسیله من نمیره. اگه حقیقت رو دوست داشته باشیم، بهش اهمیت بدیم، دقت بکنیم، ما در واقع نجات رو در بر گرفتیم و پاداشی رو دریافت کردیم که اسمش هست تاج حیات. چون میگه راه و راستی و حیات هستم. حقیقتا در این سه ما شریک خواهیم بود، چون که چیزی که خودش ادعا کرده حقیقتش، این تاج حیات رو میده. حقیقت یعنی چی؟ حقیقت این که ما کی هستیم و حقیقت این که عیسی کیه. بین این دوتا کلام خدا به این یعنی به قاطعیت میتونیم بگیم که کلام خدا حقیقته و کلمه میگه جسم گردید در انجیل یوحنا باب 1 و میگه در میان ما ساکن شد. پس حقیقت یعنی عیسی. برای اینکه در همین باب میخونیم میگه و کلمه خدا بود. اول میگه کلمه جسم گردید و میگه کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. این کلمه میگه در میان ما ساکن شد، جسم گردید، لباس انسانی پوشید، جسم گردید به شکل انسان، به اسم عیسی، به قول معروف عیسی در میان ما ساکن شد. پس حقیقت یعنی عیسی. این سوال که حقیقت چیست، ما برمیگردونیم این سوال رو، میگیم حقیقت کیست، درستش میکنیم این سوال رو. حقیقت یعنی عیسی، در واقع یعنی زندگی عیسی که در ما دیده بشه. وقتی که زندگی عیسی رو با زندگی خودمون مقایسه میکنیم، ما تفاوتهای فاحشی بین این دوتا میبینیم. میبینیم که حقیقتا زندگی ما وابسته به زندگی اوه. ما مخلوقیم و خالقه، او حقیقته، ما نیستیم. حقیقتی که ما داریم حقیقت نسبیه. به اندازه هر انسانی در دنیا در قرون این متمادی ما میتونیم تعریفی از حقیقت بنا به تجربه خود شخص داشته باشیم. درست. و تفسیر حقیقت برای هر کسی فرق داره. اما گفتم حقیقت مطلقه، حقیقت کلام خدا، حضور خدا، وجود خدا، حقیقت وجودیش مطلقه.
توش نمیتونیم بنا به تجربه خودمون به اصطلاح یک مفهوم جدیدی رو وارد کنیم. پس این تفاوت فاحشیه بین اونی که من به عنوان حقیقت درک میکنم و اونی که حقیقتی که خدا داره ارائه میده از خودش. وقتی که این تفاوت‌ها رو ما میفهمیم، در واقع یه نوری به زندگیمون بیاد، دید ما عوض میشه نسبت به زندگی. اون دیدی رو که قبلا داشتیم دیگه نداریم و این تغییر و تبدیله. و این دید که عوض میشه، فکر عوض میشه، نحوه گفتار دل، افکار دل، افکار مغز، گفتار مغز عوض میشه. ما میریم در اون روند تولد تازه. واقعیت اینه که نوری که به زندگی ما میدرخشه از طریق این حقیقت و اون طبیعت اصلی ما رو آشکار میکنه به این سوال که ما حقیقتاً کی هستیم. در این درک این مطلب ما احتیاج به اون نوری داریم که از این حقیقت به ما میتابه، به زندگیمون میتابه. در واقع راهی رو که باید بریم برای ما روشن میکنه تا بتونیم در این مسیر تولد تازه در نهایت هدفی که هست در اینجا، ما یه مقصدی رو شروع میکنیم به یک مقصد دیگه میرسیم. اون مقصد نهایی همشکل شدن با مسیحه. در نهایت در روز داوری وقتی ما میایستیم، محکی که برای داوری هست، خدا این تصویر عیسی رو داره. درست. خب نگاه میکنه به ما، میگه که نه، شبیه نیستی. من به نام تو نبوت کردم، معجزه کردم، نمیدونم کلی تعلیم دادم، از تو گفتم، حقیقت تو رو بیان کردم، این کردم، اون کردم. میگه نه، تو رو نمیشناسم، تو شبیه عیسی نیستی، یعنی به اعمال نیست. بعد این تولد تازه در ما در همه جنبه ها خودشو نشون بده. هر چقدر در تولد تازه عمیق‌تر میشیم، بیشتر پیش میریم، همشکلی مسیح در ما دیده میشه، ثمره روح در ما دیده میشه، نه عطایای روح. عطایای روح خدا رو شکر، ولی عطایای روح محک نیستن که اگر بدون ثمره روح باشه. مهم عطایای روح، ثمره روح باشه، عطایای روح خودشو به قوت نشون میده و عمیقه، یه پرثمره. زندگی روحانی در ثمره روح عطایای بسیاری رو تولید میکنه. اگه عطایا باشه، ثمره روح نباشه، مثل چاقوی تیزیه که دادیم دست یه بچه، نحوه استفاده رو بلد نیستیم و مخرب میشه، کشنده میشه. پس بنابراین اون ثمره روح، ثمره نهگانه روح بسیار مهمه. اینه که در تولد تازه، در این روند، در چیزی که بگیم حقیقت نوری در زندگی ما انداخت که ما هم شکل مسیح شدیم، در واقع در اون ثمره نوکانه ما رشد کردیم. اونجاست که برمیگرده میگه آها، بیا این طرف، شبیه پسرمی، هم شکل شدن با عیسی. در واقع اون اولین قدمی که ما برمیداریم برای شروع این روند در مسیر همشکل شدن با عیسی، این زمانیه که وقتی که نورش به زندگی ما میتابه و ما معترف میشیم. میگه هر کی به زبان اقرار کنه، به دل ایمان بیاره، به زبان اقرار کنه که عیسی خداونده. در واقع وقتی ما معترف میشیم که گناهکارانی هستیم، که محتاج بخشش هستیم و محتاج به کفاره و عدالت هستیم، در واقع اسمشو که میذاریم توبه، این میشه شروع اون روندی که در ما ایجاد شده. چرا؟ برای اینکه ما فوراً به خانواده الهی وارد میشیم، اما با لباس درست وارد نمیشیم. ما هنوز انسانیت کهنه در ما هست، جدالها و تقلاهای انسانیت کهنه هم هنوز در ما هست. ما هنوز ارتکاب، قابلیت ارتکاب گناه رو داریم. هرچه بیشتر در این ثمره روح در تولد تازه رشد میریم، فاصله بیشتری از انسانیت کهنه میگیریم و این تا آخرین روز ادامه داره. مردم هم به همین نگاه میکنن. بله. ما مثل دقیقا مثل آینه میمونیم. بله. که نور به اون میتابه. و بازتاب اون نور پخش میشه. دقیقا. اگر درست رفتار نکنیم، از اون انسانیت کهنه جدا نشیم، اون بازتاب نوری که مسیح به ما میتابه و بعد برگرده به سمت مردم، نوری نیست که برگرده. دقیقاً. اصلا ثمره‌ای نمی‌بینه. و این برای اطرافیان خود ما چقدر بله. میتونه هم باعث برکت باشه، هم میتونه باعث برکت نباشه. نباشه، درست. که ما رو می‌بینن، ببینن از روی رفتار ما، ببینن که عوض شدیم و
مشتاق و ایمان آوردن به مسیح بله. بشن، یا اینکه نه برعکس بگن که تو هیچ آدم فرقی آره. نکرده، تازه بدتر هم شدی. آره، بس چه فرقی شده بین نه. قبل و بعد؟ این عکس ها یه چیز هست، برای مو کاشتن یه عکس میذارن قبل و یه عکس میذارن بعد. اگر این تصویری که از ماست قبل و بعد با هم فرقی نداره، حقیقتا اون نور حقیقت در ما نیست. باستاب نور حقیقت، حقیقت مطلق کلام خدا، نجات خدا، نقشه های خدا، اراده خدا، در واقع به زبان اعتراف کردنه ولی به دل ایمان نیاوردنه. ما در بی ایمانی کماکان هستیم، ادعاش هست ولی قوتش نیست، به زبان داریم اقرار می‌کنیم. و اینه که میگیم، برمیگردیم روز داوری، میگیم نه، هم شکل پسرم نیستی. اگر اینجوری نیست باید خودمون رو تفتیش کنیم. دقیقاً. بله بله، که بله. کجای کارمون ایراد داره. بله، 100%، 100%. بعد چیزی که در توبه ما اتفاق میفته، داشتیم در مورد اولین قدم صحبت میکردیم که گفتیم وقتی که ایمان میاریم، به زبان اقرار میکنیم این رو، دومین قدم اینجاست که به ما نشون میده ما با این که بخشیده شدیم، هنوز قابلیت ارتکاب گناه رو داریم. این فرق اینه. ببینید، وقتی که ما اعتراف میکنیم، بخشش رو میپذیریم، این به این عنوان نیست که ما هنوز قابلیت ارتکاب گناه رو نداریم. توانایی هست در ما. پولس میگه اونی که دلم نمیخواد انجام بدم میدم، و اونی که نمیخوام باید انجام بدم انجام نمیدم. وای که در درون من چه کشمکشی هست. وقتی که هرچی جلوتر میریم، همونطور که گفتم، این کشمکش ها کمتر میشه، ولی به این معنا نیست، از بین نمیره. تا زمانی که ما در جسم هستیم، دلیلش هم صرفا به خاطر اینکه ما در جسم هستیم، یک جنگی در درون ما برقراره که با اتفاقا خوبه که وقتی در این شرایط قرار میگیریم، اگر که ما بیشتر دعا کنیم، بیشتر کلام خدا رو بخونیم، توی اون قسمت روحانی بیشتر باشیم، این کشمکشی که در درون ماست از قسمت روحانی بیشتره، کمتر در گناه میافتیم. عزیزان، امیدوارم که تا الان برکت گرفته باشید. بریم یه استراحت کوتاهی بکنیم، شما هم استراحت کنید و خیلی زود برمیگردیم با مابقی مبحث امروزمون. با ما همراه باشید. خوش آمدید عزیزان به سری برنامه های گام بعدی. در خدمت شما هستیم به همراه خواهر لوئیز مخوف عزیز. قبل از اینکه بریم استراحت کنیم، داشتیم در رابطه با موضوع ادعاهای مسیح صحبت میکردیم، به طور خاص در رابطه با جای که عیسی مسیح میگه من حقیقت هستم. داشتیم در رابطه با این صحبت میکردیم که یک کشمکشی در درون ماست، یک جنگی در درون ماست، برای اینکه گناه انجام بدیم یا ندیم، که داشتن نکات کلیدی این موضوع رو خواهر لوئیز برای ما توضیح میدادم. لوئیز جان، بی صبرانه منتظریم که مابقی موضوع بله. برای ما ممنونم. ولی داشتیم میگفتیم که حقیقتاً بعد اینکه ایمان میاریم، در این روند قرار میگیریم، قابلیت ارتکاب گناه در ما هست و در مقابل این وسوسه ها خودمون بی قدرتیم. خودمون خیلی راحت میتونیم تسلیم وسوسه بشیم. در واقع چیزی نیست که ما بتونیم به شکل زورکی خودمون رو فروتن بکنیم، یا اینکه بخوایم به اصطلاح تصمیم میگیریم امشب که فردا سعی میکنم دیگه دروغ نگم، بعد دوباره باز یه چیزی میشه سر پاشیم زور شد، یه دروغ همونجا گفتیم، بدون اینکه متوجه بشیم باز در اومد. چرا؟ برای اینکه خودمون ناتوانیم و هنوز اون قابلیت هست. ولی وقتی که این رو میدیم، یه چیزی هست میگه خواستن توانستنه. وقتی که به خدا میگیم میخوام آزاد بشم اما در خودم قدرتی نمیبینم در مقابل اینها مقاومت کنم، کمک تو رو احتیاج دارم. یکی دیگه از تعاریف روح القدس، اون کلمه پاراکلیتوس، این مسابقه تنابکشی هست، دو طرف هر دو مساوی هن.
زوراشون هم مساویه. وقتی یه نفر به یه طرف اضافه میشه، اون طرف برنده میشه. روح القدس اون دست اضافه است که برای کمک همیشه هست. در این جور کشمکش ها وقتی که کمکشو میخوایم، اون دست اضافه است میاد به کمکمون و ما برنده میشیم این مسابقه رو. در حال همطور که گفتم، روح القدس میتونه ما رو پر کنه اگه ما حقیقتا خودمون رو باز بکنیم براش، اجازه بدیم که هدایتمون بکنه، قوتمون بده، ما رو قادر بکنه بتونیم اونطوری که حقیقتا باید خداگونه زندگی کنیم، زندگی بکنیم. اگر دیدیم چنین اتفاقی نمیفته، چه راهکاریه برای این که بتونیم این کار رو انجام بدیم؟ تنها کلید روح القدسه. اینجا درسته مطالعه کلام خدا کمک میکنه، دعا کمک میکنه، در درجه اول دل، باید دل بخواد. ما تو چیزای مشاوره من اغلب این سوال رو میکنم، اولین سوالم از کسایی که میان برای من اینه، آیا میخواید یا نه؟ چون مهم نیست چقدر در مشکلیم، چقدر سختیه، تا نخوایم امکان نداره حتی خدا برای ما کاری بتونه بکنه. حالا و اگه این لیوان رو فرض بگیریم، این لیوان وقتی پره چطوری میشه توش، وقت اگه پر هست توش آب بریزیم؟ دقیقا. وقتی ما پریم چطوری روح القدس میخواد ما رو پر بکنه؟ من فکر میکنم قبل از این انسانیت خدا باید خالی بشیم. خالی بشیم ممکنه برای بعضی سوال باشه، بگه که من همش دعا میکنم ولی این اتفاق بر من نمیفته. در دعا کردن، حالا برای دعا کردن یه چیز گریز بزنیم، من خودم لیست درست کرده بودم چند سال پیش، 16 تا مورد بود که گفتم من میخوام از اینها آزاد بشم. یه چیزایی به ظاهرم ممکنه، مثلا یکی جملات منفی گفتنه، میخواستم واقعا جملاتم اغلب تشویق‌آمیز، تسلی دهنده اینطور باشه و روی این چیز با روح القدس همکاری کردم، به دستم علامت گذاشتم، روی آینه نوشتم. یه کارهای تکنیکی هست که ما اولا باید خودمون تشخیص بدیم از چی میخوایم آزاد بشیم. برای این تشخیص به روح القدس میتونیم بگیم که اون مثل داوود، دل منو تفتیش کن، یه چیزای گناهان مخفی که اینجا هست و داره میپلکه ولی حواسمون نیست، یه بادی لنگویج داریم میدیم که به اصطلاح طرف مقابل رو دل رنج میکنه، رنجیده خاطر میکنه، اینا رو حواسمون نیست. یا نحوه گفتن ما به ظاهر ممکنه فکر کنیم که حالا شوخی کردم کسی ناراحت نشد، ولی همون حتی ممکنه یکی رو برنجونه. این آگاهی رو روح القدس میده. اینجاست وقتی که دونه دونه میشموریم که چه مشکلاتی داریم از نظر زندگی و مسئله در مقایسه با ثمره روح، ثمره نوگانه روح. در این روند وقتی قرار میگیریم، من خودم میگم اون 16 مورد نوشتم بر اساس میزان استفاده بیشتری که ازش استفاده میکرد، از این روش ها شماره 1 و 2 و 3 دادم، تا از یکی با روح القدس هر روز همکاری کردم. این تقریبا یه سال و خورده طول کشید، من از هر 16 مورد آزاد شدم و خدا رو شکر برای این. ما کمک روح القدس رو داریم، ولی همه رو با هم انجام ندیم، دونه دونه رفتم و بر اساس اهمیت، اونی که بارزتر بود، آشکار بود، رو اونها اول کار کردم، چون که واقعا نمیخواستم. من واقعا میخواستم، حقیقتا مرتب میگفتم خداوند تو خط اول جبهه من باش، وقتی یکی منو میبینه اول عیسی رو ببینه نه لوئیز رو. چطور؟ پولس میگه نه من بعد از این، بلکه مسیح در من. یه واقعیته. اصلا تمام هدف حقیقت همین قابلیت تغییر و تبدیلشه. حقیقت خودش مطلقه ولی قوه تغییر و تبدیل داره. میگه حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. چی؟ یعنی در اسارت هستیم. اگر کسی آزاده که احتیاج به آزادی نداره، کسی که اسیره آزاد. و ما همه اسارت هایی داریم، در یه به هر حال چیزایی گرفتاریم. میگه حقیقت رو خواهید شناخت. وقتی شناختیم، حقیقت در خودش پویایی داره، دینامیکه، در خودش پویایی داره و میتونه تغییر و تبدیل ایجاد بکنه. و این آیه یوحنا 8 که گفتم، 32 که گفت حقیقت رو خواهید شناخت، حقیقت آزاد کننده است، رهایی دهنده است. یه برکتی در زندگی هیچ انسانی نمیتونه بالاتر از این باشه که حقیقت رو داشته باشه، بشناسه و حقیقت او رو آزاد بکنه. این حقیقت واقعا امید میده به ما.
این که میگه حقیقت شما را آزاد خواهد کرد، این خواهد کرد در خودش، در درونش یک امیدی هست، امیدی که حقیقتا به وقوع خواهد پیوست. اینجوریه. پس بنابراین حقیقت امید میده. وقتی که ما خودمون رو در نور حقیقت میشناسیم، این امید در ما تولید میشه و زنده میشه. اشتیاق همکاری با روح القدس در این مسیر در واقع در ما ایجاد میشه. در واقع اینطور بگم، امید رو برای ما به واقعیت تبدیل میکنه. روح حقیقت، روح قوت هم هست. یکی از چیزای حقیقت همین قوته. با اون ما میتونیم غالب بر هر ضعفی باشیم. وقتی حقیقت رو در خودمون، در مورد خودمون میدونیم، اولین چیز اینه که به خودمون بگیم ناامید نشو، مایوس نشو، دست نکش، از خودت چیز نکن، بگه همینم دیگه، من قابل عوض شدن نیستم، اون تموم شده و اینا. نه، همچین چیزی نیست. مایوس نشیم، بلکه این، یعنی ناامید نشیم، بلکه این امید رو در این آیه ببینیم که میگه شما رو آزاد خواهد کرد. مطلق میکنه. حقیقت این رو در خودش داره. پس از امید پر بشیم، چون که میدونیم روح حقیقت روح قدرت هم هست. درست. این دوتا با همه، ما با اون میتونیم بر هر مانعی پیروز بشیم. از نظر همشکلی شدن، همشکل شدن با مسیح، هرچی که روح حقیقت در واقع به ما نشون میده در این راستا، در این مسیر تولد تازه، در حقیقت هرچی به ما نشون میده، وقتی میاریم زیر پوشش روح القدس، وقتی میاییم همکاری میکنیم، همه چی رو در نور حقیقت میبینیم به وضوح، باور کنید همه این مسائل نابود میشه، از بین میره. چون گفتم حقیقت روح قدرت هم هست. ما مزمور 86 آیه 11 چیز جالبی میگه، میگه ای خداوند طریق خود را به من بیاموز تا در راستی تو، که در واقع در حقیقت تو سالک باشم، یعنی را برم، ساکن باشم، زندگی کنم. تو طریق تو به من یاد بده، چون واقعا احتیاج داریم. بعد این روح حقیقت رو ما بهش دقت کنیم، توجه بکنیم و ارزش بدیم. وقتی که ارزش میدیم، ما میتونیم مقدس، عادل زندگی کنیم. و این مقدس زندگی کردن، عادل زندگی کردن، از طریق روح حقیقت برای ما میسره. خیلی حقیقت گفتم بالاتر از واقعیته. ببینید، واقعیت از کلمه واقعه میاد، یعنی یه چیزی به وقوع پیوسته شد واقعیت. ولی حقیقت اینطور نیست. حقیقت چیزی نیست که ما روش عمل بکنیم، بلکه حقیقت روی ما داره عمل میکنه. ما نمیتونیم حقیقت رو تغییر بدیم، اما حقیقت ما رو تغییر میده. حقیقت ما رو از طبیعت دروغ، از درون آزاد میکنه. یک چیز درونی هست، روند درونی، از درون ما رو آزاد میکنه. و ما در انجیل یوحنا در عهد جدید بسیار در مورد کلمه حقیقت صحبت میکنه، ولی بیشترینش در انجیل یوحنا ازش استفاده شده. لااقل میتونم بگم نصف عهد جدید کلمه حقیقتش تو انجیل یوحنا هستش. حقیقت یعنی این که امریه که راسته، مثل قوانین کائنات، قوانین طبیعت. روز 100% پشترش شبه، فصل زمستون 100% پشترش بهاره. یک قوانین طبیعی که زمین دور ما خورشید میچرخه و مسئله کائنات نزد اینا تغییر ناپذیره. حقیقت امریه که راسته، مطلق، ثابت، غیر قابل تغییره. واقعیت همونطور که گفتم یه واقعه است که به وقوع پیوسته و واقعیت متغیره، مطلق نیست. یک مطلبی رو در یک مقاله خوندم، جالبه، اینطور نوشته بود. فرض کنید که در یه خانواده فقیر یه پسری در کودکی گم میشه، بعد هیچ وقت هم خانوادهش رو پیدا نمیکنه. یه خانم آقای ثروتمند میان این رو به فرزندی قبول میکنن. بعد از گذشت چند سال واقعیت این میشه که این پسر دارای یه خانواده ثروتمنده، اما حقیقت اینطور نیست.
یه واقعیت، یه حقیقته. حقیقت اینه که متعلق به اون خانواده فقیره، ولی واقعیت اینه که یه خانواده ثروتمند او رو به اصطلاح به فرزندی قبول کرده. این تفاوت‌هایی که در اینها از ریشه حقیقت به حق برمیگرده، یعنی راستی و درستی. ولی واقعیت از کلمه واقعه، وقوع، وقع در واقع هست که به معنای روی دادن یا اتفاق افتادن، یعنی چیز تجربیه. حقیقت اشاره به ماهیت میکنه، به کیفیت میکنه، به راست و درست و صحیح بودنه. ولی واقعیت اشاره به کل رویدادهایی میکنه که در واقع در جهان هستی به اصطلاح خودش چی میگن شکل میده، اشاره به اون واقعیت ها داره. گفتم حقیقت در مورد واقعیت، اما حقیقت معنا و مفهوم درستیه که درست بودنش رو در مقابل با واقع بودن ثابت میکنه. آمین بره. آمین. مرسی لویز جان، ممنون از بحث امروز. متاسفانه وقت ما تموم شده و خیلی برکت گرفتیم. امیدوارم که بینندگان شما هم برکت گرفته باشید و این آمادگی رو پیدا کرده باشید که حقیقت رو بشناسید، زیرا که همونطور که دیدیم حقیقت رو بشناسید و حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. پس برای این که به این حقیقت برسید باید دعا کنید و از او که منبع اصلی هست بخواید. ممنون که تا به اینجا با ما همراه بودید. امیدوارم که شب و روزتون خوش باشه. تا درودی دیگر، بدرود.